شما، از طرف خودم، از طرف مجله هفته با مدیریت گرانقدر آقای خسرو شمیرانی، از طرف رادیو اینجا مونترال، اینجا رادیو مونترال، آقای مهدی معرشی نازنین، خدمت همه شما دوستان عزیز مونترالی، خدمت مهمانان گرانقدری که از راه دور قدم رنجه فرمودن، از تورنتو و حتی از ونکوور تشریف آوردن، و خدمت بانوی نازنین گلرنگ درویشیان خوش آمد بگم. هدف از این مراسم تقدیر و بزرگداشت برای نویسنده ایست که نزدیک به نیم قرن قلم میزنه، تن به سانسور نمیده و به عنوان عضو فعال کانون نویسندگان ایران برای حق آزادی بیان تلاش میکنه و همیشه صدای رسای ادبیات و هنر آزاد ایران بود. این مراسم به همت نشریه هفته و رادیو اینجا مونترال برای ادای دین به نویسنده‌ای برگزار میشه که نویسنده زندگی واقعی و دنیای ماست و ترسیمگر راه آزادی بیان، و این بزرگداشت تلاشی است در جهت پاسداشت نام و آثار. یه مختصر بیوگرافی کوتاه در مورد بیوگرافی علی اشرف درویشیان. علی اشرف درویشیان زاده شهریور 1319 در محله آبشوران کرمانشاه، نویسنده و از اعضای فعال کانون نویسندگان ایرانی که قبل از انقلاب آثاری رو با نام مستعار لطیف خراسانی به چاپ می‌رسوند. درویشیان لیسانس ادبیات فارسی و فوق لیسانس روانشناسی تربیتی داره و سالها به حرفه معلمی اشتغال می‌ورزه. اولین کتاب ایشون به نام از این ولایت در سال 1352 منتشر میشه و به همین دلیل از کار اخراج و به زندان محکوم میشه. در همان سالها آبشوران رو می‌نویسه و با نام مستعار لطیف تلخستانی منتشر می‌کنه. بعد از انقلاب، بعد از رهایی از زندان، کارهای بسیاری از درویشیان منتشر میشه، از جمله رمان چهار جلدی سال‌های ابری، مجموعه داستان درشتی، همراه آهنگ‌های بابام و فصل نان. علی اشرف درویشیان از جمله نویسندگانی است که در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان هم فعالیت کرده و کارهایی مثل روزنامه دیواری مدرسه ما، رنگینه، ابر سیاه هزار چشم و آتش در کتابخانه بچه‌ها از این جمله. درویشیان در کارهای خودش به جهان واقعی مردم می‌پردازه که از ما دور نیستن، اما گاه چشمهای ما اونا رو نمی‌بینه. درویشیان در بسیاری از کارهاش به طور خاص به زندگی مردمان غرب ایران می‌پردازه و بسیاری از آداب و رسوم این مردم در کتاب‌های او بازگو میشه، به خصوص در رمان چهار جلدی سال‌های ابری که نویسنده از لغت‌ها، عبارات و تعبیرهای کردی کرمانشاهی استفاده زیادی می‌کنه تا زندگی مردم این منطقه رو به تصویر بکشه. درویشیان از جمله نویسندگانی است که در هر دو رژیم بر علیه سانسور مبارزه کرده و در کانون نویسندگان ایران حضور فعالی داشته و در دهمین جایزه ادبی هوشنگ گلشیری از علی اشرف درویشیان به عنوان داستان نویس پیشکسوت ایرانی، به عنوان اعضای کانون نویسندگان ایران، به پاس تعهد بیچون و چرا به آزادی بیان، به پاس در امان نگاه داشتن حریم قلم از دستبرد قدرت و به پاس تصویر صادقانه‌ای که از گذر دردناک جامعه روستایی به جامعه شهری
به دست میده تقدیر میشه. یشع پدرنشیان در سال 2007 به عنوان یکی از 7 نویسنده ایرانی است که جایزه حقوق بشر هلمن همت رو از آن خودش میکنه. همچنین جشنواره فرهنگی گلاویژ در کردستان عراق در آذر ماه 1390 خورشیدی جایزه نخست رو به علی درویشیان اهدا میکنه. اجازه میخوام خدمت آقای ساسان قهرمان باشه. ولی قبل از دعوت ایشون برای سخنرانی اجازه میخوام که یه بیوگرافی کوتاه از ایشون خدمتتون بخونم. ساسان قهرمان، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی، دانش آموخته هنرهای نمایشی از دانشگاه تهران و ادبیات انگلیسی از دانشگاه یورک کانادا. آقای قهرمان علاوه بر سالها فعالیت مطبوعاتی در سالهای 1995 تا 97 سخنگوی هیئت دبیران انجمن نویسندگان ایرانی در کانادا بودند و از سال 95 مدیریت نشر افراد در تورنتو رو بر عهده داشتند. از ساسان قهرمان رمان‌هایی مانند گسل، کافه رنسانس و به بچه ها نگفتیم منتشر شده است. ایشان علاوه بر کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی تجربه بازیگری نیز در کارنامه هنریشان ثبت است. ساسان قهرمان در سال 1362 به اجبار ایران را ترک کرده و سالهاست که مقیم تورنتو کانادا است و در این شهر کارگاه های داستان‌نویسی بسیاری هم برگزار کرده. موضوع صحبت ایشان امروز درباره هویت ادبی و ادبی اجتماعی علی اشرف درویشیان است. دعوت میکنم که به پای صحبتتون بشین. انتشار کتاب از این ولایت سال 52 من فکر میکنم احتمالا جزو اولین خواننده های این کتاب بودم. در سال 52 من 12 ساله بودم اما کتاب میخوندم و فکر میکنم در کنار صمد بهرنگی، علی اشرف درویشیان و از این ولایت اولین کتاب ها از اولین نویسندگان محبوب پیشرو محترم ایران بودن برای کودک، نمیتونم بگم نوجوان تا در اون موقع کودک مثل من که در واقع به شکلی امثال من رو، شخصیتمون رو، نگاهمون رو به دنیا، به زندگی، به ایران، به انسان شکل دادن، پرورش دادن و خیلی باعث خوشحالی و افتخاره که حالا چند سال بعد من بتونم چند کلمه در این زمینه صحبت بکنم. علی اشرف درویشیان به عنوان یک نویسنده متعهد ازش نام میبریم، همیشه یاد بکنیم، به عنوان یک عاشق و مدافع انسان آزادی. اما این صفت ها جز نویسندگی رو به بسیاری کسان میشه داد، به خیلی از کسانی که به هر حال تعهد اجتماعی در خودشون احساس میکنن نسبت به جامعهشون. از این تعهد رو یک طرف اگر یک کف این ترازو در نظر بگیریم، چیزی دیگه، اون بخش دیگه که از هویت علی اشرف درویشیان ارزشمند و قابل تغییر، قابل شناختن باقی میمونه، در واقع نویسندگیشه. علی اشرف درویشیان راویه این نگاه خودش، تعهد خودش، باور خودش به آزادی انسان و اجتماع. بذاریم از همین جا من میخوام شروع بکنم، از همین روایت. به عنوان یکی از شاگردان، شیفتگان دورادور و با افتخار بگم در زمانی به هر حال خودم رو یک همکار کوچک علی اشرف درویشیان اگر بدونم
از این حیطه کار ما صحبت از هویت روایت در بحث های مربوط به داستان نویسی چند زاویه هست که همیشه مطرح بوده و هم از بعد تخصصی هم از بعد بحث های اجتماعی فرهنگی مهمه از این بیرون نمیاد. یکی از اینها انواع روایت. بعد چند نکته دیگه هست، چند خصوصیت دیگه، یه چیزهایی که ما به عنوان عناصر روایت، عناصر داستان ازشون صحبت میکنیم. به بحث هایی فرض بکنیم بحث محتوا و فرم مطرح بوده، همیشه مطرح بوده، از وقتی که ادبیات مکتوب ما میتونیم بگیم داشتیم داریم، از یا از اولین نظریه های ادبی که مربوط به بیش از 2000 سال پیش باشیم، بحث محتوا و فرم همیشه مطرح بوده، همچنان هست. یا مسئله از فرض بکنیم سبک ها یا عناصر داستان نویسی، موقعیت و شخصیت، نگاه به شخصیت، نگاه به موقعیت، نگاه به شخصیت، به فردیت شخصیت، یا نگاه به جامعه، نگاه به اجتماع، یا از جزء به کل رفتن، از کل به جزء آمدن. این بس در مکتبای داستان نویسی، سبکای داستان نویسی بین نویسندگان مطرح بوده، از جمله بحثایی است که خیلی مطرحه، از جزء باید به کل رفت یا از کل باید به جزء آمد. و یک اصطلاح داستان نویسی، اصطلاحی که همزاد پنداری بهش میگیم و نگاهی که به همزاد پنداری داریم، به عنوان یکی از فنون شگرت‌های داستان نویسی. در بخش اول، در از اون زاویه اول روایت رو میگیم سه شکل یا در سه شاخه، در سه زمینه وجود داشته و رشد کرده. در یکی از این زمینه ها حکایت هست، حکایت نویسی هست، افسانه ها، اسطوره های افسانه ای، لطیفه ها، حکایت های اخلاقی، این شیوه رو اصطلاح. بعد تاریخ رو داریم، یک شکل دیگه از روایت، تاریخ گزارش نویسی. و بعد داستان رو در چند صد سال اخیر. هر کدوم از اینها یک گوشه ای از شگرت ها، فنون، تکنیک ها و نگاه به دنیا و نحوه بیان روایت رو مورد تاکید قرار میدن و توجهشون رو اونه. تاریخ، تاریخ نویسی، گزارش نویسی تاکیدش بر اطلاعات دادنه، بر شناخت پیدا کردن و اطلاعات دادن، انتقال اطلاعات، زمان، مکان، اتفاقات. حکایت نویسی، افسانه، تأکیدش روی پیامه، یک چیزی روی پیام، روی محتوای خاصی رو داره. و همه چیز دیگه، همه شگرت ها، عناصر داستانه، همه نگاه نویسنده در خدمت اینه که این پیام رو منتقل بکنه فقط. داستان شکل امروزی، شکل مدرن، شکل جدید روایت هم اطلاعاتی رو میخواد منتقل بکنه یا در بخش های از کارش اطلاعاتی رو منتقل میکنه، هم محتوایی داره، نگاهی داره به هر حال که میخواد منتقل بشه. اما در شکل پیشرفته خودش، در شکل پیشرفته پذیرفته خودش، تکیه اصلیش بر دو عنصر دیگه است، بر اطلاعات دادنیست، بر پیام دادنیست، تکیهش بر شخصیت و موقعیت، شخصیتی جز نه از کل که پیام باشه، یک نگاه کلی به دنیا، نه جز ملموس، دوروبر، زندگی خود، در یک موقعیتی ملموس قرار میگیره و داستان ساخته میشه. حالا همیشه این بحث بوده، همیشه نویسنده های مختلف با هم دیگه بحث کردن، تئوریسین ها نگاه کردن، منتقدین و درگیر شدن، با هم رقابت کردن بر سر اینکه این داستان هست این کار یا نه، این شیوه حکایت به حکایت نزدیکه، فلان کار گزارشی بود، گزارش نویسی است. و این بحث آمده دومش رسیده به اینکه آیا محتوا مهمه یا فرم. اگر محتوا مهم باشه، پس ما رفتیم به طرف گزارش نویسی یا حکایت نویسی،
و پیام رو خواستیم مهم بکنیم، شعاری بدیم. اگر فرم مهم بوده، این زاویه، این اتهام که نه، این هنر برای هنر هست، این بیفایده است، بینگاهه، یه ارزش تعهدی در اون نیست. آدم های معدودی، نویسندگان معدودی هم تونستن خودشون رو از این بحث ها و درگیری های جدل ها در واقع بر کنار نگه دارن و هم تونستن کارهایی به وجود بیارن که مجموعی از تمام اینها باشه، به یک طرف نچرخه یا حیران نمونده بینه زاویه های مختلف روایت. به هر حال تمام اینها روایت است و در تمام این شکل ها یک انسانی برداشتی داره، نگاهی داره، دریافتی داره و این دریافت رو نمیتونه نگه داره در خودش و این رو باید منتقل بکنه. وقتی نویسنده هست و ما میپذیریم، خودش میپذیره، خودش میدونه که نویسنده، داستان نویس هست، در واقع داستان نویسیست که در این قرن زندگی میکنه، این دنیا رو میبینه، با این دنیا در ارتباط هست، داستان میبیسه، پس حکایت نمیبیسه، گزارش نمیبیسه، اما داستانش داستانیست زنده، داستانیست که تونسته توازنی بین تمام این وجوه انسانی و اجتماعی برقرار بکنه و تونسته توازنی بین تمام این وجوه مختلف روایت نویسی پیدا بکنه. در اشرف درویشن یکی از این معدود نویسندگانه، یکی از معدود نویسندگانیست که ما نمیتونیم بگیم قلم رو یا داستان نویسی رو یا شیوه روایتش رو فدای محتوای کارش کرده، کم توجهی بهش کرده، گزارش داده از زندگی انسان ایران امروز خودش، نه، داستان نوشته. مسلماً نمیتونیم بگیم از نویسندگانیست که محتوا رو فدای فرم کرده، خواسته در فرم‌های مختلف تجربه بکنه، خواسته صرفاً داستان به صرف داستان بنویسه، اما افتادن از اون طرف بام بسیار ساده تر و بسیار معمول تر و شدید تر بوده و هست و نه افتاده از اون طرف بام. در داستان نویسی وقتی که صحبت انتخاب شخصیت یا شخصیت پردازی هم میکنیم، یه چند تا اصطلاح داریم، مثلا انواع شخصیت رو میگیم، خب در داستان، در فلان داستان شخصیت اصلی ما داریم، شخصیت های فرعی داریم، شخصیت کمکی داریم، قهرمان داستان داریم که میتونه با شخصیت اصلی متفاوت باشه. اما در هر حال دست آخر تو درسنامه ها میگیم، وقتی تمرین میکنیم، با هم مشورت میکنیم، هم فکری میکنیم در داستان نویسی، داستانی ماندگار میشه، داستانی واقعا زنده میشه و زندگی میکنه که شخصیتی در اون داستان، هرچند به درستی باید شخصیتی ملموس عادی باشه، هرچند باید فردیت داشته باشه، خاص ویژه خودش با اون فرد باشه، به خصوص که ساده تر انسان عادی باشه، اما شخصیتی است فراتر از زندگی، شخصیتی است بزرگتر از زندگی، شخصیتی که با تمام شاید کوچکیش در اون داستان روایتی که نویسنده می‌سازه یا با تمام اون چه که ممکنه بر اثر هر وضعیت اجتماعی فرهنگی نادیده گرفته بشه، اما بزرگتر از زندگی، شخصیتی که حتی موقعیتی که براش ما در داستان به وجود آوردیم، این موقعیت خیلی کوچیک باشه، فراتر از زندگی است، اونقدر بزرگی که تمام زندگی رو، بزرگتر از زندگی، بزرگتر از نگاه ما، بزرگتر از احساس ما، بزرگتر از دریافت‌های ما رو در بر میگیره و در ما زندگی میکنه. چنین شخصیتی رو چطور میشه به وجود آورد؟ یک اصطلاح دیگه داریم، اشاره کردم، همزادپنداری. معمولا در ساده ترین شکل و سطحش ما میگیم نویسنده، نویسنده خوب، نویسنده مجرب، با کاری بکنه، شخصیتی به وجود بیاره که بعد خواننده بتونه این رو لمسش بکنه و با خودش هم همزادپنداری بکنه نسبت
نسبت به اون شخصیت، احساس بکنه شخصیت با من خواننده یک ارتباطی داره، یک احساسی داره، یه جوری من میتونم لمسش بکنم و بفهممش. حالا از اون طرف نگاه بکنیم رو این هم داره. نویسنده چه نویسنده میتونه چنان شخصیتی فراتر از زندگی رو در داستانهاش به وجود بیاره؟ جز اینکه خودش نگاهی فراتر از زندگی، نگاهی فراتر از تک تک اجزاء زندگی به جهان داشته باشه و به انسان داشته باشه. جز اینکه خودش تونسته باشه اول با زندگی، با انسان، با دستمایه‌هاش، با اون که لمس میکنه، میبینه، دریافت میکنه، همزاد پنداری کرده باشه. اول اون قدم اول تا بعد بتونه چنان شخصیت‌های وجود بیاره در قالب‌های داستانی، در روایت‌های خودش که تاریخ نیستن، گزارش نیستن، اما گزارش ملموسی از زندگی هستن، که حکایت نیستن، قصدشون فقط پیام دادن نیست، اما محتوا در اونها دست بسیار بالایی داره، به وجود بیاره. جز این اتفاق افتادن این همزادپنداری. و باز علی‌اسحاق دربشتیان از معدود نویسندگان ایران و در حدی که من میشناسم، تونستم بخونم، آشنا بشم، در جهان امروز هست که با صداقت کامل چنین همزادپنداری درش اتفاق افتاده، لمس کرده کامل، وجود داشته درش، این زندگی که دیده، انسان‌هایی که دیدن، کودکانی که درس داده بهشون، کنارشون زندگی کرده، مردمش، تمام اینها رو در واقع خودش رو در اونها دیده و تونسته اینها رو در روایت‌های داستانی خودش معرفی بکنه، پدید بیاره، اینها رو در اختیار ما بگذاره. الان من داشتم می‌خوندم این مطلب کوتاهی رو که در مجله هفته به یادبود افتخار علی‌اسحاق دربشتیان نوشته شده نگاه می‌کردم. یک جمله اونجا هست در همین صفحه سوم، نوشته اگر بخوایم خلاصه بکنیم تمام این خصوصیت‌ها، تمام این کیفیت‌ها رو، ارزش‌ها رو علی‌اسحاق دربشتیان یاد بگیم، تعهد، صحبت تعهد و محتوا و فرم کردیم، این هم از اون بحث های خیلی قدیمی و عجیب و غریب و همچنان درگیر باهاش هستیم هست، و این جدل ها همچنان هست. تعهد، خیلی ها تعهد رو با شعار دادن اشتباه گرفتن، خیلی ها تعهد رو با فقط نگاه خشک رئال روزمره یا لحظه ای زماندار به زندگی و به مسائل اجتماعی مطرح کردن و با اون اشتباه گرفتن. اما تعهد فقط یک معنا داره نظر من. تعهد فقط همون بعد اول همزادپنداری است. اون بعد اول همزادپنداری، اون ارتباط اگر وجود نداشته باشه، اون چه نویسنده، اون چه هنرمندی هر کاری میکنه، یک فنه فقط. بازی با یه تمام میتونه باشه یا تجربه یا بازی هرچی، اون یک فنه. اون بعد اول همزادپنداری که اتفاق بیفته یعنی تعهد، یعنی یک عهدی که بسته میشه بین نویسنده با اون چه که لمس میکنه و دیگه نمیتونه ازش بگذره، چاره ای نداره جز این که بگذره. نقشش اینه، نه وظیفه، نقشش اینه. در این چارچوب یک چیزی من یادم افتاد، مثالی هست، بود میکنم در کتابی، یک کتاب داستانی، حسین نوشانزر، نویسنده ایرانی مقیم آلمان، یک درست مطمئن نیستم، یادم این سالها پیش این رو خوندم، ولی یه تصویری داره، یک تصویر داستانی داره، من مطمئن نیستم که این رو داره از اونم یادش داره میاد، راوی ما داره از یک کتاب، فکر میکنم از یک کتاب آلمانی داره این رو میگه، یک موضوع تاریخی اما یا تخیل خودش هست، اما به هر حال این تصویر رو من برای شما میگم. میگه فرض بکنیم که داستان نویسی چیز، فرض بکنیم، مجسم بکنیم سربازی رو که در یک جبهه جنگ داره جلو میره و نادانسته ناخودآگاه در یک لحظه پاش میره روی مین و این میفهمه که پاش روی مین، میدونه که تا وقتی پاش رو روی مین تونسته نگه داره خب این مین منفجر نخواهد شد، اما
قدرت بدنی، انرژیش، هر چی به هر حال انرژی روانی یا فیزیکیش محدوده ای داره. 10 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه وقت بیشتر نداره و بالاخره این پا ناخواسته ناخودآگاه از روی این مین بلند خواهد شد و مین منفجر شد. فقط یک تک کاغذ در برای خودش داره و شاید تک قلمی، تک زغالی، چیزی، تنها کاری که میتونه بکنه در این لحظه از زندگیش اینه که این کاغذ رو در بیاره، این زغال رو، این مداد رو و بنویسه. بنویسه به دورترین جایی که میتونه، فاصله از خودش پرت بکنه پیش از اون کنم این منفجر بشه. نویسنده کارش اینه. در این تصویر نوشاذر از قول راوی داستانش میگه این حسی است که هر نویسنده واقعی، هر نویسنده زنده، هر نویسنده متحرک، هر نویسنده نویسندهی در خودش احساس میکنه. اون چه که دریافتهایی داره از جهان که با او از بین خواهند رفت و تنها نقشش اینه در جایی که مین زیر پاشه، جنگ دور برشه، کشته دور برشه، خون دور برش هست، تاریک هست، نمیدونه چی خواهد شد، تنها کاری که میتونه بکنه و تنها کاری که این میتونه بکنه این که این روایت خودش رو روی این تکه کاغذ بنویسه و به دورترین جایی که میتونه بندازه تا بلکه چشمای این رو ببینن و این جهان رو دریابند. بهترین مثالی که برای چنین نویسنده‌ای میشه زد در دورانی که ما توش بودیم و هستیم علی اشرف درویشیانه. چه در دوران پیش از انقلاب، چه در دوران پس از انقلاب، فشار یا لرزش این مین آشفتگی ها، سانسور ها، استبداد، نبود آزادی، نبود امید، تمام فشارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به مردم خودش، به خصوص به کودکانی که تعهد خودش رو یا روایتهای خودش رو، زندگی خودش رو با اونها آغاز میکنه و با این جوانانی که امروز در این سن میمیسه، من سازندگان فردا اینها رو میبینم و بهشون امید دارم، مطمئنم مین جنایت علیه اونها، فشار علیه اونها رو زیر پای خودش هر لحظه احساس کرده و نقش خودش رو انجام داده، روایت خودش رو نوشته به دورترین جایی که تونسته مدام پرتاب کرده و گرفتیم ما، بسیاری از ما گرفتیم، باز خواهیم گرفت، باز خواهیم خوند. معرفی کردن دوستمون همه شما میشناسید، ابعاد مختلفی داره کارهای علی اشرف درویشیان، هیچ وقت کار ساکت ننشسته، از داستان‌های کودکان، در فرم داستان‌های کودکان، در فرم داستان‌های درباره کودکان، داستان‌های برای همه، برای مردم، داستان کوتاه، رمان، داستان بلند، تحقیقات ادبی، پژوهش‌های در مورد افسانه‌ها، تمام اینا رو در کارش نگاه بکنید. عکس‌ها رو ما الان دیدیم، از پرکارترین نویسنده‌های ما هست و باز میتونم باز برمانه وقتتون رو نگیرم تکرار بکنم، یک ترازوی متوازن از راوی که وجوه مختلف محتوا و فرم رو تونسته متوازن در روایت‌های ادبی خودش تبدیل بکنه به گزارش‌های واقعی ملموس زندگی خودش و زندگی خودش که همان زندگی همزاد پنداری شده از زندگی ایران خودش و انسان امروز خودش است. امیدوارم عمرش دراز باشه و کارهای بسیار بیشتر و بهتری بکنه. گلرنگ درویشیان، در بازنین آقای علی اشرف درویشیان، گلرنگ فرزند آقای درویشیان، فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی است. از سال 1380 کار ترجمه را شروع کردند. 6 کتاب از ایشان منتشر شده در زمینه ادبیات کودکان. از نویسندگانی مثل
از نویسندگانی مثل لینسان جین، کارن هایلز و برادران گریم. ایشان عضو خانه نویسندگان ایران هستند و همینطور عضو شورای کتاب کودک و همینطور عضو کانون مترجمین ادبی کانادا. در کنار این کارها ایشون آموزگار و کتابدار در جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان بودند. خانم گلرنگ نازنین دعوت یادپذیری در خدمت پیش. از هاتیگان سپاس بذارم دوست داشتیم کلمات کردی رو استفاده کنی، یعنی از آمدگان کسیم کنم. به نوبی خودم از برگزار کنندگان این برنامه تشکر میکنم، از رادیو جمهوریت و مجله هفته. در مورد پدرم این رو میتونم بگم، یکی از جنبه های مهم کارش که از سایر نویسندگان دیگه هم از رو خودش متمایزش میکنه این بوده که مبارزه و هنر همیشه در زندگیش همپای هم پیش رفتن. مبارزه تحقیق انسانیت، آزادی بیان اندیشه، از هنر زندگیش هیچ وقت جدا نبوده. مثالی که میتونم براتون بدم، 7 سال پیش وقتی که سکته مغزی کرد و یک ماه بودن ICU بود، بعد عمل جراحی شد، دکتر خسرو پارسا جراحیش کرد. بعد یک ماه که رفته بود بخش، یه روز که مامانم رفته بود بهش سر بزنه، پرستارا گفته بودن که این بار خانم درویشیان کجای بود و اید آقای درویشیان اعتصاب غذا کرده غذا نمیخوره، نه داروهاشو میخوره نه غذاهاشو میخوره. مامانم رفته بود گفته بود که علی عجب چی شده، چی میگم، چرا نمیخوری هیچی؟ گفته با هم حال و روزش رو که خب میدونم یه طرف بدنش غلط شده بود، لمس شده نمیخوره استفاده کنه، صحبت هم قدرت کلامش هم مثلا تازه برگشته بود. گفته بود که من اعتصاب غذا کردم به خاطر اینکه این کسایی که اینجا کار میکنن نگهبانا پرستارا اینا حقوقشون خیلی پایینه، بعد رسیدگی بکنم به اینا. بعد مامانم گفتیم که آخه تو الان معرفی نمیشه تو این وضعیت، بعد هیچ جوری بابا راضی نشده بود. مامانم دیگه چیزی که به ذهنش رسیده بود این بود که تو عضو کانون نویسندگانی، تو نباید تکروی بکنی، هر کاری میکنی بعد با موافقت بقیه رفته باشه، با هیئت دبیران باید مشورت کنی. سش گفته بود که خوب باشه باشه، سری زن بزن اکبر و ناصر سری بیان. گفته بود که نه، تا سه شنبه باید صبر کنی، جلسه کانون سه شنبه است، باید میبینی سه شنبه کنی جلسه. بعد تا اومد بود بگه باشه، دیگه مامانم باشه رو گذاشته بودن، اعتصاب شکسته بود. زندگیش به این صورته. از خوابهاش و حالا هوای این روزهاش دوست دارم که براتون بگم. پدرم چند سالی است خواب درخت میبیند. در خوابهایش میبیند که درختی شده، همانطور تناور که همیشه بوده، همانطور سربلند که اونی برای این سربلند بودن جنگیده، زندان رفته، شکنجه شده. دوستانش رو دیده که یکی یکی از کنارش پر کشیدند، خودشان درختی شدند. خوابهایش به گونه سورئالیستی هستند. گاهی هم خواب میبیند که میخواهند تیربارانش کنند. به ما نگفته که آیا آخرین ستاره را در آسمان ابری آن سحرگاه واپسی میبیند، اما این را گفته که میداند زندگیش به همین تلخی پایان خواهد یافت. اما برای او در همه زندگیش تلخی و شوخی به هم آمیخته بوده و زندگی هنوز با او شوخی میکند. در خوابش وقتی به پای جوخه اعدام میبرندش، قابلمه دستش میدهند که متعلق به زنی سر مقامات که برنجش ته گرفته. پدرم خوابدرمه را که تهدید به آن چسبیده سپر سینه می کند. فرمان آتش، سربازان شلیک می کند. گلوله ها به پشت قابلمه می خورند، تهدید با صدای خش از قابلمه بیرون می ریزد. بعد از خواب می پرد و می بیند که کامیون جلوی خانه بار میلیارد خالی کرده. فرخونده حاجی‌زاده نویسنده معاصر می گوید علی اشرف مانند گودایست آرام در تمام هیاهوها نشسته و اندیشه می کند. راست میگوید. پدر نگاهش عمیق و نافذ است، زبانش انتقادی است و همیشه دل هدف را نشانه میگیرد. با این همه امیدی است که مهربانی میبخشد، چه آن وقت که هنوز از تدریس محروم نشده بود و چه با ما در خانواده. در طول همه این سالها پدرم امیدی است که زبان در کار نگرفته، گوشه عافیت نداشته، هر جا باید به میدان میآمده
آمده و حرف زده، دفاع کرده از مردمش، دفاع کرده از کلمه، از حق آزادی بیان و در روی سانسور ایستاده و نگفته. علی اشرف درویشیان هیچ وقت ایمانش را به مردم از دست نداده. با آنها بزرگ شده، با آنها زیسته، در کنارشان بوده، جزی از آنها بوده. فرقشان را حس کرده و نوشته، در چشمشان خیره شده، حرفشان را درک کرده و نوشته. ردپای مردم را در تمام آثارش میتوان پیدا کرد، چه آن موقع که از این ولایت را مینویسد و چه در رمان چهار جلدی سالهای اخیر و چه در سایر کارهایش. همه جا ردپای مردم نیست که تنها تکیهگاه و امید پدرم به شما بوده. حالا پدرم 74 ساله است، چند سالی هم هست که بیمار است، اما هنوز هم پیوندش با زندگی ناگسستنی است. هنوز هم از ایستادن در زیر آسمان آبی لذت میبرد. هنوز هم جایی اگر صحبت کلمه باشد حضور مییابد. هنوز هم جمعهای خانوادگی و دوستان ده هنوز هم در جمعهای خانوادگی و دوستان هست. هنوز هم گل سرسبد جمع ماست. چند وقت پیش که گفتم اینجا در مورال برایش مراسم بزرگداشت خواهیم گرفت خوشحال شد. فکر میکنم بیشتری خوشحالیش از این باشد که در جمع ما میتواند حضور داشته باشد، با نامش، با آثارش و با آن برق نگاهی که هر وقت نام مردم می آید شادمان می شود. خواستم سپاس بگذارم. آقای مصطفی عزیزی چند سالی است که در تورنتو اقامت دارد. در خدمت ایشون هستیم آقای عزیزی و عنوان موضوعشون ما بچه های از این ولایت. خواهش میکنم. سلام خدمت دکتر گرامی. راستش وقتی که آقای قهرمان به من گفتن که مراسمی از بزرگ داشته علی اشرف درویشیان میایم اینجا صحبت کنیم، من معمولا توی اینجور موقع میگم بذار فکر کنم، فوری گفتم آره، مثل آدمی که هیپنوتیز شده باشه. اصلا فکر نکردم که اصلا صلاحیت این کار دارم، یا به خصوص مثلا تو خود تورنتو آقای فریباز شیرزادی هستم که کرموشایی هم و نویسنده بسیار خوبی هستم و آثار خیلی خوبی دارم. آقای محسن رضوانی که ایشون هم از بزرگان و فعالان قبل از اینکه من به دنیا بیام ایشون دبیر کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بودم، به این خاطر و کرموشایی هم هستم، به این خاطر خیلی طبیعی بود که این دوستان. ولی چرا پذیرفتن؟ دلیلش این بود که علی اشرف درویشیان برای من یک نام اسطوره‌ای، یک افسانه‌ای، یک شخصیت خاصی بود. اونم به این دلیل که دقیقاً پدر من کارمند راهن بود، همسن آقای درویشیان هست، متعاقی درویشیان زندان رفتن و پدر من ازدواج کرده، این خاطر بردن یا نه جوانه. کارمند راهن بودم، بعد منتقل می شدن همینجوری که میخواستم مثلا شبها منتقل می شدن تو ایستگاه‌های کوچیک در ایستگاه‌های مختلف ایران، از لرستان تا گرگان و ساری و بعد همینجوری چرخیدیم. وقتی که من که سال 1353 مدرسه راهنمایی می‌رفتم، به منتها شهری که دوستایی که ما بودیم مدرسه یه مدرسه ابتدایی داشت، یه دونه کلاس داشت، تو اون کلاس هم درس خونده بودم که هر پنج کلاس تو یه کلاس بود، مثلا میز اول کلاس اول، میز دوم کلاس دوم، همینجوری. اون باعث شد قبل از اینکه برسم کلاس پنجم همینجوری یاد گرفته باشم. بعد اصلا راهنمایی یک شهر دیگه باید رفتیم 20 کیلومتر اون برتر، بخوام وضعیت اجتماعی اون موقع رو توی دوم ابتدایی قبل از اینکه بیایم اینجا، یه جایی دیگه بودیم که اون که خیلی پرت بود و
کیلومترها میرفتیم تا توی یک روستای دور افتاده یک سپاه دانش اومده بود اونجا درس بخونیم. بعد در اونجا مثلا خب خانواده‌هایی رو من می‌دید، بچه‌هایی که می‌اومدن مثلا ما بعضیمون خوب بود، من خواهرم که می‌رفتم کار به سراغ کوچیک‌تر می‌رفتم اونجا، پدرم کارمند بود، اینا مثلا غذای گرم داشتیم، مثلا پلو داشته باشیم، حتی تو پلوش عدس داشته باشیم مثلا، ولی اونا می‌اومدن نون خالی داشتن، حتی اکثر پیاز، بعد خب یه مقداری مثلا اینجوری بود که مثلا شعر میکردیم هم بگیرم. بعد توی یه چنین شرایطی، توی یه چنین سیستمی مثلا من درس خوندم اونا، بعد تا اومدم که راه نمایی اومدم راه نمایی رو یک خانمی دبیر مادوگی که از معلومه راه نمایی بود، بعد این خانم یه روز سر کلاس یک کتابی که با روزنامه چه بشه پوشنده بود توی اقوانش معلوم چیه آوردن سر کلاس، آوردن سر کلاس رو گفتن که یه تیکایی از این داستان رو بخونم، بعد شروع کردم خوندم، اونجوری شروع میشه که ندارد، اسم داستان ندارد، ندارد هم چه اسم داستان، حتی من از بک‌گراند مثلا مادرم اینا تو پدر بزرگم کتابخونه بزرگی داشته اینا، مادرم شما برای مثلا داستان میخون قرش طوفان مثلا داستان میخون با ادبیات و اینا، برای آشنایی اون سبکی داشتن بیشتر بی نهایان بکر خود رو مثلا کارای ارسان بیرا اینجور چیزا، بعد یه دفعه داستان ندارد، بعد کلاس درس شروع نیازعلی ندارد حاضر اینجوری شد. اولین بار که دیدمش کنار ناودان مدرسه نشسته بود، سرفه‌اش گرفت، تک سرفه‌ها به سختی تکانش می‌داد، خون گرم رنگی بالا آورد، دهان را به آسیل کند. گفتم این که برای ما بودیم که زندگی ما را بره می‌رسه، این بچه‌هایی که ما از نزدیک اینا رو پس میشه راجع به اینا هم نوشت، حتما الان اون قدمیت چیزی نیست، اینا هم موضوع داستان هم. و این خیلی بعد خیلی اصرار کردم اون معلمم که این کتابو بده من برام بخونم، گفتش که باشه ببینم ولی به عشق نگو فلان و اینا، از اون موقع با واژه اینه که خطر داره، یه چیزی وجود داره، یه جایی به نام ساواک وجود داره، نباید از کتابا رو خون فلان اینا، اونجا میشه بیشتر آشنا شدم باهاش با مفهومش. و بعد این کتاب از این ولایت در واقع یک تاثیر عمیق و ژرفی به خود من گذاشته، بفهمم که یعنی خیلی رو تاثیر اساسی، بعداً حتی بعداً با صمد بهرنگی آشنا شدم، بعداً با از این ولایت، از این داستان ندارد در واقع یک بعد چیکار اون موقع، حالا من یک خوش شانسی که داشتم، یه پدری داشتم که با اینکه خب یه کارمند ساله راهن بود، ولی اون موقع مثلا اگه یه پولی گیره کارمنده میومد اونها مثلا میرفتن یه تیکه زمین چیزی میخریدن، این پدر من یه لطف کرد یه دوربین 8 میلیمتری فیلم برداری با یه پروژکتور خریده بود، بعد با همون بچه های چیز گفتیم بیاریم فیلم این رو بسازیم، داستان ندارد از این بلایت، البته یه جایش خب خیلی سورئال میشه، خواب ها که میاد که احتیاج به انیمیشن قوی داره، به یکی از انیمیشن کاره خوبه کانادا هم الان اینجا نشسته بودش، اون موقع ما نداشتیم ابزار انیمیشن که اون قسمتش رو بتونیم مثلا با انیمیشن بسازیم، ولی اون قسمت های ساده ترش که توی یک کلاس بود، البته متاسفانه این فیلم نابود شد، این اولین فیلم ما بود که ساختم، حالا یه بخش عمده که از اینجا چیز نشه، چون کار حرفه اصلی من فیلمسازیه، در واقع فیلم های زیادی ساختم توی ایران، این اولین کاری بود که به اصطلاح من انجام دادم توی اون تاریخ، و به این خاطر نام علی اشرف درویشیان برای من یک نامی میدونید، مثلا تو کودکی تو نوجوانی یه نامای آدم میشه، بعد
فکر نکنه که اینا مثلا آدم هم گوشت و پوست دارن و سکون هم بگرن اینا مثلا بگونه اینا یه شخصیت علی اشرف درویشیانه مثلا اولین باری که ایشون رو دیدم خونه آقای شاملو بود بعد برای من خیلی هیجان انگیز بود که دارم علی اشرف درویشیانه ببینم و نمیدونستم ای این چجوریه مثلا که از تو قصه ها در آمده مثلا یه دفعه علی اشرف درویشیانه که مثلا من رو ببینم کسی یه فصل تو کتاب ها در آمده از تو قصه ها در آمده به گوشت و پوست و سخون پیدا کرده بود بعد در تاریک ترین روزهای بعد از انقلاب در دهه خونین و نکبتبار شصت که واقعا همه نویسنده ها خونه نشین شده بودن یا خونه زندان بودن یا کشت این گرفته شد از نسلی که بعد از انقلاب گرفته شد از شیم و دوران بسیار نکبتبار بود که و همه نویسنده ها یا مجبور شدن ترک کنن کشور یا اعدام شدن یا در زندان شکنجه شدن یا اینی که خانه نشین و منزوی شدن و مردم ازشون گرفته شد و وقتی که ایشون رو من دیدم اولین بار در یک دوران بسیار وحشتناک دیگری بود در دوران قطعه‌های زنجیره‌ای در دوران قطعه‌های زنجیره‌ای بود که وضعیت بسیار وحشتناکی اون موقع به وجود اومده بود خب داشتن یکی یکی میزدن میکشتن هیئت دبیره دبیران کانون نویسندگان رو به خصوص که حکم شرعی داشتن برای کسی که به اصطلاح کافر محسوب شده یعنی اون موقع آقای ایرج کابلی جزء هیئت دبیران کانون نویسندگان بودن همون موقع که آقای مختاری رو فقط به این دلیل اون زنده مونده بود شانس مونده بود اون که زرتشتی بود و به خاطر مرتد محسوب نمیشه زرتشتی میتونه کافر بشه ولی مسلمان کافر بشه مرتد محسوب میشه و اون خیلی زیر زرد بودن همه اعضای کانون آیه خب از جمله آیه علی اشرف درویشی که دیگه کفرش خلاصه رسوای عالم بود و همه میدونستن که ایشون کافر هستن در ادبیات رسمی وجود خیلی زیر زرد بودن ولی با این حال بسیار پر انرژی بسیار جسور و آدم بعض وقتا یک بوتایی داره تو زندگیش وقتی که میبینشون میشکنن برو میرزن یعنی میگه ای بابا این بوتا من بود این بوتا میشکنن ولی من آقای درویشیان رو وقتی که دیدم احساس کردم که یعنی همونی بود همون حالا با اون درشت اندامی نبود که تو ذهن ما خیلی کوچیکی کرده ولی از نظر شخصیت، از نظر جرأت و جسارتی که داشتن توی اون روزهای سخت و ایشون رد مقاوم و خوب بودن من قبل از اینکه بیام اینجا خواهش کردم از آقای ایرج کابلی گفتم که چون میدونستم خیلی دوست دارم به درویشی رو گفتم که اگه ممکنه یه یاد داشتی بنویسم که بخونم اونجا براتون مرا شگفت زده کرد شجاعت یگانه او بود در ترک نکردن میدان و آمادگیش برای اینکه کار در هیئت دبیران آن هم با وجود وضع سخت و بازدارنده کم‌توانی جسمی بر او تحمیل کرده است امیدوارم که تنش هم او را در راه تحمل بار گران این وظیفه یاری کند 17/8/1393 تهران این حرفی که آقای کابلی به عنوان کسی که از نزدیک همکاری مشترک داشتن با آقای درویشیان اینقدر سخن کاملیه که هر چقدر بخواییم یعنی هرچی بیشتر حرف بزنیم دیگه اضافه گفته بود
جوهرش همینه، همین چیزی که اونجا نوشته شده. یعنی تعهد، چون تعهد در روزگاری که انسان‌ها خیلی مفت خودشون رو می‌فروشن یا در روزگاری که خیلی ساده وحشت می‌کنن و کنار می‌کشن، انسان‌هایی که می‌مونن در اون آشفته بازار، در اون کشوری که میلیارد میلیارد اختلاس می‌کنن، کسی به فکر مردم نیست، فقر و فاقه در حال گسترش و به راحتی می‌خرن آدم ها رو برای اینکه بتونن کاراشون پیش ببرن، دست و دل باستن از رژیم قبلی در خریدن و در ترساندن، یعنی هم در چوباخ هم در گردو در جفتش عوامل بیشتری دارن. در این شرایط انسان هایی که میمونن و ادامه میدن، سر حرفشون وای میستن و پایداری میکنن، اینها باعث این میشن که زندگی گام های بزرگ خودش رو به جلو برداره. اگر که برای لحظاتی از تاریخ گامی به عقب ملت ها ممکنه گام های به عقب بردارن، در موقعی از تاریخشون عقب برن که به نظر من ما در سالها عقبگرد تاریخی داشتیم تو خیلی زمینه ها، ولی وجود این عناصر استوار که میمونن در عرصه اون راهی که برگزیدن باعث میشه که سکوی پرشی باشن برای همین چیزی که خود آقای دربشیان تو صحبتاش میگه که امیدوارم به نسل جوان، وقتی که اگر از یک نسل، وقتی که بزرگانش بهش پشت کنن، بهش خیانت کنن و مرتب خیانت ببینن، اینا باعث میشه که این نسل کاملا شخصیت و هویت خودش رو از دست بده و دچار سردرگمی و وحشتناکی بشه. ولی وقتی که کسایی میمونن و به اصطلاح حفظ میکنن اون شخصیت و هویت خودشون رو، این باعث میشه که این نسل جدید بتونن یک پایگاهی داشته باشه. از این نظر به نظر من هر تحلیلی جدا از علی اشرف دربشیان به عنوان نویسنده، به عنوان یک انسان متعهد و شرافتمند، جای خاص و ویژه خودش رو توی تاریخ ایران و تاریخ‌ترین سال‌های خودش حفظ کرد. اما من به خیلی کوتاه، چون وقتم تموم شده دیگه، شما هم دیگه خسته شدید، فقط خیلی کوتاه بگم که متاسفانه یکی از حسرت های من همیشه همین بوده، از اون فیلم اولی که از این روایت که گفتم، اینی که آثار دربشیان به خاطر اینی که به شدت نمایشی است، یعنی به شدت یک روایت صادقانه ای از شخص، این به شدت قابلیت فیلم شدن داره، قابلیت ساخت مجموعه های تلویزیونی داره، قابلیت فیلم های سینمایی داره، که این تو خب تمام این سالها چیز شده دیگه، آثاری بوده که نمیشده بهش رجوع کرد، نمیشده ازشون استفاده کرد. حالا میشده گاهی استفاده هایی کرد بدون نام و نشان در گوشه کناری ازشون بهره برد، ولی خود چون نوع خاص رمان ها و داستان هایشون خیلی قابلیت خوب برای فیلم سازی داره، چون خیلی توصیف های الان حالا وقت نیست، ولی همین توی همین از این ولایت وقتی که توصیف میکنه در واقع نوعی داستان نویسی هست، حالا احمان میکنه روایت این رو توضیح دادن، نوعی داستان نویسی، چون بعضی داستان ها خیلی در ذهن میگذره، در حالی که حالا داستان های دربشیان تو همین داستان اولشون که من خونم توی از این ولایت خواب داره، رویا داره و سورئال میشه، یک جایی میره توی یک بچه خوابهای شبیه همین خوابهایی که شما گفتید که یک طنزی هم توشه، مثل همون خندان کردن قصه ها اینا که توی همین ندارد، نظریه ندارد، تو همین تو رویاهاش هست. توی اونجا ولی توصیف هایی که میکنه از شخصیت، یعنی راویی که داره
الان معلمی که داره شاگردش توصیف میکنه، اینا همه توصیف های جزئی دقیق و نمایشی، یعنی انگار که یک دوربینی از اون کلاس فیلم گرفته، حالا به جای فیلم این دقیق اومده اینا رو نوشته، به جای اینکه نوع داستانگرایی که به قول تخصصیش دانای کل داشته باشه، دانای کل نداره به این مفهوم توی این داستان ها که منسوب شده دانای کل، در واقع راوی شاهد داره، یعنی شاهدی که خودش یک نفریه که داره روایت میکنه از این چیز هست بعد به این خاطر اینا خیلی راحت‌تر میتونن به فیلم ازش ساخته بشه، یعنی حالا کار معکوس باید صورت بگیره، یعنی حالا نویسنده‌ای که اومده به جای دوربین قلم دست گرفته و روایت کرده چیزی که داره می‌بینه روایت کرده، حالا میتونه روند معکوسش از اون بر از این قلم تبدیل بشه به دوربین و فیلم ساخته بشه ازش. و ما خیلی مایه تأسفه و من امیدوارم که چون سینما و تلویزیون فیلمسازی متاسفانه به دلیل اینه که صنعتیه که پول توش نقش مهمی داره یه صنعت وابسته‌ایه، به همین خاطر که مثلا نویسنده‌های ما خیلی آدم‌های آزادتری هستن تا مثلا فیلمسازمون بالاخره من خیلی محافظه کارترم، خیلی مجبورم محافظه کارم، به این خاطر تفاوت بین مثلا خانه سینما و کانون نویسندگان مثلا تفاوتش رو همینه دیگه، کانون نویسندگان چون برای نویسندگان آقای دردشیان رو مثلا در سالهای 60 نویسندگان کار کنه یا تو زندان بوده این قلم بر بوده، ولی خب نمیتونستن دیگه این قلم کاغذ ازش نگیرن، دیگه یه قلم کاغذ رو مینوشتن، ولی برای فیلم ساختن احتیاج به پول هست، احتیاج به امکانات هست، احتیاج به مجوز هست، شرایط هست، اینا کار دشواری. به این خاطر فیلمسازی ما بی‌بهره مونده از این آثار و من امیدوارم که در یک شرایط بهتری و رفتن این کابوس 30 چند ساله که امیدوارم همین 30 چند ساله بمونه دیگه، نگم کابوس 40 ساله دیگه امیدوارم بشه فیلم ساخت و این آثار رو به فیلم درمونه. خیلی متشکرم از وقتتون.